اینجا اورشلیم رادیو پیام اسرائیل. جایزه سالیانه دروغ پردازی بی تردید به مردی تعلق می گیرد که پیش از انتخابات یک کلید چوبی بزرگ به دست گرفته و ادعا کرده بود که با آن می تواند قفل همه مشکلات کشور را بگشاید. آخوند حسن روحانی در جلسه امروز هیئت دولت نیز ادعا کرده می گوید چارچوب اقتصادی ایران در دولت او به خوبی اداره شده است و باید شکر گزار پروردگار بود. اگر این وضع آشفته اقتصادی و گرانی‌های سرسام‌آور و فقر فزاینده مردم را حسن روحانی خوب اداره کردن اقتصاد کشور می‌داند، حساب کنید که بعد اداره کردنش چه مصیبت بزرگتری می‌توانست به وجود آورد. امروز چهارشنبه مرداد ماه 1399 خورشیدی، 29 ماه ژوئیه 2020 میلادی و 8 ماه آب در سال 5780 ابریس. فشرده شماری از رویدادهای مهم شبانه روز اخیر را با آگاهی شما می‌رسانیم. مقامات دیپلماتیک و نظامی ایالات متحده اقدام تحریک‌آمیز سپاه پاسداران را در هدف قرار دادن ماکت یک ناو هواپیمابر آمریکایی در خلیج فارس و همچنین اجرای حملات آزمایشی موشکی که ممکن بود به پایگاه‌های نظامی آمریکایی در سواحل جنوبی خلیج فارس اصابت کند مورد نکوهش قرار دادند و آن را رفتار غیر مسئولانه خواندند. تحلیلگر رادیو پیام اسرائیل می گوید که این رزمایش سپاه پاسداران در حالی برگزار می شود که ایالات متحده می کوشد کشورهای جهان را متقاعد سازد که اگر به دوران تحریم تسلیحاتی رژیم ایران پایان دهند، امنیت خاورمیانه با خطرات بیشتری روبرو خواهد. نخست وزیر اسرائیل یک بار دیگر به حزب الله لبنان و حکومت ایران هشدار داد که از عملیات تعرضی دست بردارند و توان دفاعی اسرائیل را به آزمون نگذارند. در مرزهای شمالی اسرائیل از یک سو آماده باش نظامی ادامه دارد و همزمان مردم به زندگی عادی ادامه می‌دهند و گردشگران زیادی برای گذراندن تعطیلات تابستانی با نواحی آمدند. در تهران حسن روحانی در همان حال که ادعا کرد وضع اقتصادی حکومت خوب است، سیاست سختگیرانه علی خامنه ای را در برابر ایالات متحده تکرار کرد و گفت که آمریکا به تنها باید به برجام بازگردد، بلکه باید خسارت‌های وارده به حکومت ایران را نیز جبران کند. حکومت تایید می کند که گرانی کالا در ایران به مرحله افسار گسیخته‌ای رسیده و دولت دو سوم از بودجه خود را کسری دارد و باید برخی برنامه های هزینه دار را باطل سازد. در همان هنگام مقامات رژیم به تصور آنکه بتوانند جلوی افزایش نرخ ارزها را بگیرند به بازداشت دلالان ارز ادامه می‌دهند و پول‌های آنها را مصادره می‌کنند، ولی آگاهان اقتصادی می‌گویند که این شیوه نیز نمی‌تواند کاهش ارز پول ایران را متوقف سازد. و بالاخره آنکه شماره قربانیان کرونا همچنان بسیار بالاست و دولت تایید می کند که دو سوم از استانهای کشور در حالت قرمز قرار دارند که استان تهران در خط اول آنها قرار گرفته است. مشروح این اخبار و یک رشته گزارش های بیشتری را که به اسرائیل و ایران مربوط می شود در این مجموعه خبری یک ساعته به آگاهی شما می رسانیم. تیم خبری امروز ما شامل خانم لیلی بنایان، آقایان مرتضی لطفی و دکتر عبدالله قرقزلو می باشند. موسیقی ایرانی نیز خواهیم داشت. به این برنامه خوش آمدید. چهارشنبه همگان در ایران، اسرائیل و سراسر جهان با تندرستی آغاز شده باشد. همراه با همکارانم این مجموعه خبری را به آگاهی شما می رسانیم. نخست وزیر اسرائیل یک بار دیگر به حزب الله لبنان و حکومت اسلامی ایران هشدار داد که اگر تعرضی صورت گیرد
اسرائیل قاطعانه از خود دفاع خواهد کرد. بنیامین نتانیاهو به آنها توصیه کرد که در صدد بر نیایند، توان اسرائیل را مورد آزمون قرار دهند. ولی از سخنان سرکردگان حزب الله لبنان چنین برمی آید که آنها همچنان در تلاش برای اجرای تعرض دیگری به اسرائیل هستند تا بتوانند به گفته خود هلاکت یکی از فرماندهان حزب الله را در جریان حمله هوایی در حومه دمشق جبران کنند. این حمله به اسرائیل نسبت داده شده و حسن نصرالله گفته است که از اسرائیل انتقام خواهد گرفت. تلاش گروه حزب الله در تعرض دو روز پیش دوشنبه به هدف کشتن یک یا چند سرباز اسرائیلی بی نتیجه ماند و چریک های حزب الله در زیر آتش ارتش اسرائیل ناچار به فرار شدند. ولی حزب الله در واکنش به این تلاش شکست خورده خیش ادعا کرد که با آن ماجرا ارتباطی نداشته و حمله‌ای که وعده داده بود هنوز انجام نگرفته است. کارشناسان نظامی اسرائیلی ارزیابی می‌کنند که ممکن است حزب الله در دو روز آینده در صدد تعرض تازه‌ای برآید. حسن نصرالله چند ماه پیش گفته بود که از این پس در برابر اقدامات اسرائیل سکوت نخواهد کرد و به تلافی‌جویی دست خواهد زد. البته سرکرده حزب الله در آن زمان این سخنان را در واکنش به پرواز پهپادهای اطلاعاتی اسرائیل بر فراز لبنان بیان کرده بود. ولی تجربه گذشته نشان می‌دهد که حزب الله وقتی یکی از رزمندگان خود را از دست داد، تلاش بسیار می‌کند که در مقابل یک یا چند سرباز اسرائیلی را به قتل برساند. نتانیاهو در واکنش به تعرض ناکام مانده حزب الله در دو روز پیش گفت که این گروه تروریستی به نیابت از جانب رژیم ایران عمل می‌کند. در بیروت یک دیپلمات برجسته خارجی که نخواست نامش برده شود به خبرنگاران گفت که از دیدگاه او حزب الله نیز مایل نیست بحران جنگی با اسرائیل را افزایش دهد، ولی او در تلاش انجام یک تعرض علیه اسرائیل در مقابل کشته شدن فرمانده خیش است، اما مایل نیست که آتش جنگ شعله ور گردد. آگاهان نظامی گفتند که ارتش اسرائیل همچنان به آمادگی نظامی خود در مرزهای شمالی ادامه می دهد، زیرا هنوز احتمال وقوع تعرض دیگری از جانب حزب الله ادامه دارد. با این همه در همه شهرها و شهرک‌های اسرائیلی در کنار مرز لبنان اوضاع کاملا عادی است و هزاران نفر از گردشگران اسرائیلی با استفاده از تعطیلات تابستانی دانش آموزان به مناطق دیدنی آن نقاط سفر کردند. آگاهان نظامی میگویند که حزب الله با شکیبایی اوضاع مرزی با اسرائیل را رصد خواهد کرد تا در فرصتی که مناسب بداند به اقدام تعرضی دست بزند. در این میان واکنش‌های تهدیدآمیز گروه‌های مزدور حکومت ایران در این رابطه ادامه دارد. عدنان منصور وزیر خارجه اسبق لبنان به شبکه تلویزیونی المیادین وابسته به حزب الله لبنان گفت آن دوران که اسرائیل همه کار می‌کرد و بی جواب می‌ماند سپری شده و اکنون حزب الله در برابر هر اقدام اسرائیل واکنش نشان می‌دهد. او گفت دوران بزن و در رو به پایان رسیده است. همچنین در همان حال که جنگجویان حوثی در یمن در تلاش چند ساله جنگی برای تسلط بر آن سرزمین ناکام مانده اند، فردی به نام هشام شرف در مقام وزیر خارجه این گروه نیمه شیعه تهدید کرد که حوثی های یمن به کمک حزب الله لبنان شتافته و اسرائیل را نابود خواهند کرد. سامانه خبری تسنیم در تهران وابسته به سپاه پاسداران نیز در گزارش تحلیلی خود ادعا کرد که اسرائیل به خاطر جنگ اعصابی که حزب الله به راه انداخته به هراس بسیار دچار شده است. اسرائیل همیشه گفته است که هر تهدیدی را جدی می‌گیرد و خود را برای رویارویی با آن کاملا آماده می‌سازد تا هرگز غافلگیر نشود. سمیر جعجع
که یکی از رهبران مسیحیان مارونی در لبنان است، اعلام داشت که حسن نصرالله در جنگ روانی و جنگ تبلیغاتی که علیه اسرائیل به راه انداخته به عالم هپروت دچار شده و جان و مال ملت لبنان را نیز به خطر می اندازد. آتش‌سوزی و بروز انفجار در 24 ساعت گذشته در ایران همچنان ادامه داشته است. بر اساس گزارش‌ها آتش‌سوزی بزرگی در کرمانشاه روی داد و 6 کامیون حامل سوخت دچار حریق شد. این 6 تریلی حامل سوخت که در پارکینگی در شهرک دولت‌آباد کرمانشاه پارک کرده بودند به علت نامعلوم و نامشخص دچار آتش‌سوزی شد و حریق بزرگی ایجاد کرد که پس از چند ساعت مهار شد. چند تن از جمله 3 مأمور آتش‌نشانی در این حادثه مجروح شدند. به گفته برخی از مسئولان محلی، تانکرها پس از آتش گرفتن منفجر شدند. دود سیاه و غلیظی که آسمان کرمانشاه را پوشاند مردم شهر را به وحشت انداخت. برخی خبرگزاری ها نیز از انفجار کامین ها خبر دادند، ولی فرماندار کرمانشاه ادعا می کند که ما هیچ گونه انفجاری در هیچ نقطه ای از شهر نداشتیم و دود سیاهی هم که شهروندان در آسمان کرمانشهر کرمانشاه مشاهده می کنند مربوط به آتش سوزی بوده است. شدت آتش سوزی به حدی بود که تمامی ایستگاه‌های 10 گانه آتش‌نشانی کرمانشاه بسیج شدند و حدود 100 مأمور را با 26 خودرو در آتش‌نشانی به محل فرستادند. این نیروها بعد از حدود 3 ساعت تلاش توانستند آتش‌سوزی را مهار کنند. در همین حال آتش‌سوزی گسترده‌ای نیز در ارتفاعات مهارلو در استان فارس روی داده است. محسن پورزارعی فرماندار شهرستان سربستان از آتش‌سوزی گسترده در ارتفاعات مهارلو و دوبونه خبر داد و اعلام کرد تا کنون حدود 10,000 هکتار از این مراتع دچار حریق شده است. به گفته فرماندار سربستان هنوز دلیل و علت این آتش‌سوزی گسترده مشخص نیست. قدرت نمایی سپاه پاسداران در خلیج فارس در چارچوب مانوری که آن را دریایی موشکی خوانده اند نمونه دیگری از رفتارهای تحریک‌آمیز سپاه پاسداران برای افزایش آشوب در منطقه است. تحلیلگر رادیو پیام اسرائیل میگوید در همان حال که تلاش ایالات متحده برای ادامه تحریم‌های تسلیحاتی علیه حکومت ایران ادامه دارد، سپاه پاسداران با این رفتار خیش نشان می‌دهد که تا چه حد آمریکاییان درست می‌گویند که اگر تحریم‌های تسلیحاتی پایان گیرد، رژیم ایران بر شدت تهدیدهای خود علیه کشورهای منطقه خواهد افزود و اوضاع خاورمیانه را بیش از پیش بحرانی خواهد ساخت و ممکن است باعث بروز یک جنگ تمام عیار گردد. به گفته این تحلیلگر، همیشه هرگاه حکومت ایران در حال به زانو در آمدن قرار داشته و ممکن بوده است که برای بار دوم به آنچه که علی خامنه ای آن را نرمش قهرمانانه نام نهاده گردن نهد، سپاه پاسداران به این گونه عملیات تحریک‌آمیز دست زده تا فضای امنیتی و دیپلماتیک منطقه را همچنان آشوب زده نگاه دارد. ساخت ماکت ناو هواپیمابر آمریکایی و انجام حملات موشکی از داخل خاک ایران در مسیری که ممکن بود قرارگاه‌های نظامی آمریکایی در امیرنشین‌ها را هدف بگیرد، نشان بارز این رفتار تحریک‌آمیز است. سپاه پاسداران که ادعا می‌کند در این رزمایش از موشک‌های بالستیک دوربرد نیز استفاده کرده، می‌خواهد به ایالات متحده پیام دهد که قادر از همه قرارگاه‌های آمریکایی در بخش جنوبی خلیج فارس را مورد اصابت قرار دهد. آزمایش‌های موشکی روز گذشته و امروز چهارشنبه از داخل خاک ایران به سوی اماکنی که می‌توانست قرارگاه‌های نظامی آمریکا در بحرین، امارات عربی متحده و یا عربستان سعودی باشد،
به هدف جدی نشان دادن تهدیدات پیشین فرماندهان سپاه است که ادعا کرده بودند 2000 هدف نظامی آمریکایی در سراسر جهان را شناسایی کردند که قادرند همه آنها را در ظرف 48 ساعت نابود کنند. آزمایش موشک‌هایی که از داخل ایران شلیک شدند موجب گردید که سربازان آمریکایی در برخی قرارگاه‌های سواحل جنوبی خلیج فارس به پناهگاه بروند. گرچه این یک اقدام احتیاطی در دوران حمله دشمن است، ولی سپاه پاسداران آن را نشان ترس و هراس نظامیان آمریکایی و به عنوان علامت قدرتمندی خود تعبیر کرد. به گفته تحلیلگر رادیو پیام اسرائیل، فرماندهان سپاه و رهبران سیاسی رژیم ایران بر این باورند که حدود 3 ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده، پرزیدنت ترامپ مایل نیست وارد یک درگیری جنگی با حکومت ایران شود. ولی در همان حال مسئولان حکومت ایران مواظب هستند که عملیات تحریک‌آمیز آنها از حد معینی فراتر نرود که ایالات متحده را ناچار به نشان دادن یک واکنش کوبنده نظامی سازد. فرماندهان سپاه پاسداران در 2 سال اخیر بارها گفتند که خلیج فارس را یک دریای ایرانی می دانند که ناوگان دریایی آمریکا حق ندارد در آنجا مستقر شود. ولی آنها خود خوب می دانند که خلیج فارس یک دریای بین المللی محسوب می شود و به موجب معاهدات جهانی تنگه هرمز نیز یک گذرگاه بین المللی است و رژیم ایران حق ندارد از آمد و شد هیچ شناور دریایی کشورهای دیگر جلوگیری کند. درباره رزمایش دریایی موشکی سپاه پاسداران در آبهای خلیج فارس و از داخل خاک ایران و همچنین واکنش ها در ایالات متحده گزارش های بیشتری به آگاهی شما میرسد. ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام پرتاب چند موشک بالستیک توسط جمهوری اسلامی ایران در 3 شنبه دیروز را اقدامی غیرمسئولانه نامید و آن را به شدت محکوم کرد. سخنگوی ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام در یک بیانیه مکتوب که توسط بخش انگلیسی صدای آمریکا دریافت شد گفت ایالات متحده اقدام غیرمسئولانه ایران در شلیک چندین موشک در مجاورت یک مسیر حمل و نقل دریایی متراکم را محکوم می کند. به گفته سخنگوی ستاد فرماندهی سنتکام شلیک چندین موشک بالستیک از سوی ایران به جنوب خلیج فارس بررسی های اولیه نشان داد که تهدید بالقوه برای پایگاه های العدید در قطر و زفره در امارات وجود داشته. این سخنگو تأکید بر این که ایمنی نیروی و شرکای ائتلاف بالاترین اولویت را دارد افزود تا دقایقی و برای احتیاط هر دو پایگاه برای مدت کوتاهی به حالت آماده باش در آمدن تا وضعیت سفید اعلام شد. به گفته سخنگوی سنتکام موشک های ایران در جنوب خلیج فارس دور از پایگاه ها و دور از ساحل فرود آمدن. سخنگوی ناوگان 5 آمریکا هم اعلام داشت ایالات متحده همواره رفتارهای غیرمسئولانه و خطرناک جمهوری اسلامی ایران را زیر نظر دارد. خبر کشف کشتی حامل سلاح‌های ایرانی به سوی حوثی‌ها را حدود 3 هفته پیش مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا اعلام کرده بود. به گفته او برخی اقلام این محموله شامل 200 قبضه آرپیجی، بیش از 1700 قبضه کلاشینکوف، 21 موشک سطح به هوا و موشک های زمینی و سایر سلاح ها و موشک ها می شد. تحریم تسلیحاتی علیه ایران از 13 سال پیش ادامه دارد، اما بر پایه قطعنامه 2231 شورای امنیت که در حمایت از توافق اتمی با ایران موسوم به برجام تصویب شده قرار از 13 اکتبر پایان یابد و آمریکا به دنبال تمدید دائمی این تحریم است.
در اوج بحران‌های اقتصادی و بهداشتی و مدیریتی در حکومت اسلامی ایران، حسن روحانی امروز چهارشنبه یک بار دیگر تأکید کرد که رژیم در برابر فشارهای آمریکایی تسلیم نخواهد شد و حاضر نیست به دور میز مذاکرات با دولت واشنگتن بازگردد. پرزیدنت ترامپ بارها گفته است که هدف فشارهای حداکثری آن است که حکومت ایران حاضر به انجام مذاکرات دوباره گردد تا بتوان به توافقی رسید که به موجب آن رژیم برای همیشه از امکان ساخت بمب هسته‌ای و یا ادامه برنامه‌های موشکی محروم شود و کمک‌های مالی و تسلیحاتی خود به سازمان‌های ترور را متوقف سازد و ثروت ایران را در راه تأمین رفاه ملت به کار برد. روحانی در سخنان امروز در جلسه هیئت دولت در رد استراتژی آمریکایی از جمله گفت: ما به سردمداران کاخ سفید میگوییم که یک راه بیشتر در برابر ایران برای شما وجود ندارد و آن اجرای حق و قانون و توافق و مقررات برای خسارت‌هایی است که به مردم ایران وارد کردید. آگاهان میگویند که این سخنان یک بار دیگر جواب رد رژیم ایران به ورود به گفتگوهای دوباره با ایالات متحده را تایید میکند. سخنان روحانی در واقع به پیروی از دستورات علی خامنه ایست که هر گونه مذاکره با ایالات متحده را ممنوع کرده است. روحانی در بخش دیگری از سخنان خود در جلسه امروز هیئت دولت در این رابطه گفت: خواست رژیم ایران آن است که آمریکا ابتدا به برجام بازگردد و خسارتهایی را که به ایران وارد آورده جبران کند. روحانی تأکید کرد که این خواسته جنبه پیش شرط ندارد، بلکه حق طبیعی رژیم ایران است. او گفت: دولت ایران فشار نیاوردن، به ملت ایران فشار آوردن، به مردم فشار آوردن. تحریم اونها یک تروریست اقتصادی بوده، الان در شرایط کرونا یک تروریسم درمانی هست. تو شرایط فعلی حتی ما از یه جایی میخواییم، یک جای بین المللی میخوام وام بگیریم برای کرونا، او حاضره به ما بده برای کرونا. کسی که مانع از آمریکایی هستن اونا مانع میشه. پس بنابراین علیه درمان مردم، علیه ملت. نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل با اشاره به تازه ترین محموله اسلحه فرستاده شده توسط رژیم ایران برای حوثی‌ها، جمهوری اسلامی را عامل طولانی تر شدن درگیری ها در یمن دانست. کلی کرافت نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل در یک پیام توییتری نوشت که یک ماه پیش نیروهای آمریکا و متحدانش یک شناور را که سلاح‌های ایرانی را به قلمرو حوثی‌ها هم می‌کند در نزدیکی سواحل یمن توقیف کردند. او با اشاره به اینکه محموله این شناور اسلحه ایرانی شامل موشک‌های زمین به هوا، موشک‌های ضد تانک و زمینی و دیگر سلاح‌های پیشرفته برای حوثی‌ها بود نوشت: تلاش ایران برای مسلح کردن حوثی‌ها تنها به طولانی تر شدن درگیری‌ها می‌انجامد. جمهوری اسلامی ایران از شورشیان حوثی در یمن حمایت می‌کند. آمریکا و برخی از کشورهای خاورمیانه اقدامات جمهوری اسلامی از جمله حمایت مالی و تسلیحاتی از شورشیان یمن، حزب الله لبنان، شبه نظامیان در عراق و دیگر کشورها را دخالت در امور این کشورها و عامل برهم زدن ثبات منطقه می‌دانند. پیام توییتری نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل در حالی منتشر شده است که ایالات متحده تلاش می‌کند مانع انقضای تحریم تسلیحاتی شورای امنیت علیه ایران شود. پژوهشگران امور درمانی اسرائیل می‌گویند شیوه تازه‌ای یافته‌اند که با استفاده از آن می‌توان وجود بیماری سرطان را در ظرف 2 ساعت تشخیص داد و غده‌های بدخیم را از غده‌های خوشخیم شناسایی کرد و بدین سان امکان درمان بیمار سرطانی را افزایش داد و از میزان مرگ و میر کاست. پزشکان میگویند که هر اندازه وقوع بیماری سرطان
زودتر تشخیص داده شود، امکان درمان آن افزایش می‌یابد. پروفسور دفنی وایس، پژوهشگر دانشگاه فنی تخنیون و دانشکده پزشکی تکنولوژی آن دانشگاه، می‌گوید هر اندازه که در تشخیص بیماری تأخیر گردد، ریشه‌های سرطانی در نقاط بیشتری از بدن شیوع پیدا می‌کند و درمان را دشوارتر می‌سازد. او می‌گوید که همراه با همکاران خود توانسته شیوه‌ای بیابد که امکان می‌دهد در ظرف 2 ساعت یاخته‌های سرطانی شناسایی شود تا بتوان پیش از آن که یاخته‌ها به نقاط دیگر بدن سرایت کنند، درمان را آغاز کرد و جلوی پیشروی بیماری را گرفت. در این شیوه یاخته‌هایی که ممکن است سرطانی باشند در یک ماده ژله مانند پرورش داده می‌شوند و در ظرف 2 ساعت می توان تشخیص داد که آیا این یاخته ها سالم و یا سرطانی هستند. غده های سرطانی به سرعت در داخل این ماده لغزنده رشد می کنند، ولی یاخته های سالم در جای خود می مانند و از این رو در ظرف 2 ساعت می توان تشخیص داد که غده های سرطانی در کدام بخش از بدن بیمار رشد کردند. پروفسور وایس میگوید که این شیوه جدید در مورد چند بیمار داوطلب از مرکز بهداشتی رامبام در حیفا مورد آزمایش قرار گرفته و نتیجه خوبی داده است. جزئیات این شیوه درمانی جدید به زودی در نشریات علمی بین المللی انتشار خواهد یافت. سخنگوی وزارت بهداشت و حکومت ایران امروز چهارشنبه گفت در شبانه روز گذشته 196 تن دیگر فوت کردند که 39 تن در مقایسه با شبانه روز گذشته کمتر بوده و بدین سان شمار کل قربانیان به 16343 نفر رسیده است. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت حکومت ایران اعلام کرد که 15 استان ایران از جمله تهران همچنان در وضعیت قرمز و 11 استان در وضعیت هشدار قرار دارند. سخنگوی وزارت بهداشت حکومت ایران گفت در شبان روز گذشته 2636 بیمار دیگر در ایران شناسایی شدند و آمار مجموع مبتلایان کرونا به 298909 تن افزایش پیدا کرده است. بر اساس این گزارش 4027 تن از بیماران در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند که 1604 تن آنان طی 24 ساعت گذشته بستری شدند. پیش از این کارشناسان هشدار داده بودند که افزایش شمار ابتلا و بستری افزایش آمار جانباختگان را به همراه خواهد آورد. در مورد صحت آماری که وزارت بهداشت حکومت ایران مطرح می کند، تردیدهای زیادی وجود دارد که عمری دلیل آن هم به عدم شفافیت و عدم آگاهی و اطلاع رسانی، نحوه آزمایش ها و پایین بودن میزان تست یا اعلام درست و دقیق دلیل مرگ و میر باز می گردد. مرکز پژوهش‌های مجلس قبلا در گزارشی اعلام کرده بود که کرونا دست کم 2 برابر آمار رسمی در ایران قربانی گرفته است. از آغاز شیوع ویروس کرونا در ایران نخستین بار است که وضعیت استان تهران به عنوان پرجمعیت ترین و پرتردد ترین استان ایران قرمز اعلام شده است. همزمان معاون سازمان نظام پزشکی ایران اعلام کرد که تاکنون بیش از 140 تن از کارکنان بهداشت و درمان در مبارزه با کرونا جان خود را از دست دادند. و به عنوان آخرین مطلب بخش نخست این مجموعه خبری، سازمان اسناد و املاک حکومت اسلامی ایران میگوید که جلوی تلاش سازمان اوقاف اسلامی را برای مسلط شدن بر مالکیت بخشی از کوه دماوند خونسا کرده است. البته هنوز ممکن است اداره اوقاف به تلاش برای تملک این ثروت ملی و بخش‌های دیگری از خاک وطن ادامه دهد.
بنابراین مردم ایران باید همچنان به هوشیاری خود ادامه دهند. ولی اعتراض شدید مردم به اقدام شیادانه اداره اوقاف و همچنین کارزار ملی اعدام نکنید که احتمالاً 3 جوان ایرانی را از اعدام نجات داده است، ثابت می کند که اگر مردم دست اتحاد بدهند و یک پارچه عمل کنند، در برخی موارد می توانند موجب عقب نشینی رژیم شوند. این می تواند پایه و اساسی برای اعتراض های گسترده بعدی مردم ایران باشد. مردم ایران هستند که با یک اقدام جمعی می توانند رژیم را به پذیرش خواسته های خود وادار سازند و کاری کنند که آنها چمدان خود را ببندند و ملت ایران و سرزمین ایران را رها کنند. ایرج حریرچی معاون کل وزیر بهداشت حکومت ایران گفت بیش از 1/5 مرگ و میر روزانه در ایران به بیماران کرونایی مربوط است. به این حرکت دسته ها در ماه محرم را غیر ممکن خواند و گفت در این باره منتظر نظر رهبر جمهوری اسلامی میمانیم. معاون کل وزارت بهداشت در برنامه شامگاهی صدا و سیما پیوستن استانهای آبی و سفید به استانهای قرمز را فاجعه نامید و تهران را یک فاجعه اصلی خواند. حریفشی گفت متاسفانه امروز تهران جزو 26 استانی هست که قرمز شد. توجه رو فرمایید که ما فقط الان 5 استان اون قرمز نیستن که اونا هم یا زرد یا نارنجی، حالا رنگ خیلی مهم نیست، ولی جمع اون 5 استان 10,400,000 نفر جمعیتشونه. این از 83 میلیون خورده، الان ما 72.5 میلیون از مردممون در استانهای قرمز زندگی میکنن و قرمز شدن تهران زنگ خطر، زنگ هشدار. ببینید ما خیلی واضح اصلا اصل تجمع مغایر پروتکل و دستورالعمله، یعنی رعایت مسائل فاصله گذاری در تجمعاتی که مشابهش با شکوه خیلی زیاد ما سالهای گذشته داشتیم اصلا ممکن نیست و شدنی نیست. تصمیماتی در مورد دسته ها گرفته شد که تقریبا بیرون روی ها دسته هایی که بیرون بودن با اون خصوصیات ممکن نخواهد بود، اینکه تجمعات در فضاهای بسته قاعدتا ممکن نخواهد بود. پایتخت در ردیف سوم آمار بالای مبتلایان و فوتی‌های کرونا قرار دارد. حریرچی مشاهده اثرات مرگ و میر در رفتار مردم را مستلزم یک بازه زمانی 4 تا 6 هفته‌ای ارزیابی کرد و تنها تغییر رفتاری مردم در 3 هفته گذشته را استفاده بیشتر از ماسک برشمرد و گفت آمار استفاده از ماسک باید 80 تا 95% باشد، اما اکنون بین 50 تا 60% است. آمریکا و برخی از کشورهای منطقه معتقدند که ایران همین حالا هم با ارسال سلاح به شبه نظامیان مورد حمایت خود در دیگر کشورها این تحریم ها را رعایت نمی کند. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا که در هفته های اخیر برای جلوگیری از لغو تمدید تسلیحاتی جمهوری اسلامی رایزنی کرده است، در گفتگو با نشریه یه گفت با انقضای تحریم تسلیحاتی ایران بزرگترین حامی حکومت تروریست یکی از بزرگترین تاجران اسلحه جهان خواهد شد. برایان هوک نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران نیز پیشتر گفته بود که اگر شورای امنیت نتواند تا قبل از 18 اکتبر تحریم تسلیحاتی را تمدید کند، ایران قادر خواهد بود از ادامه به خرید و فروش این جنگ افزارها بپردازد و در این صورت درگیری ها در مکان های مانند سوریه و یمن قطعا تشدید خواهد شد. و برایان هوک فرستاده ویژه وزارت امور خارجه آمریکا در امور ایران هم میگوید پایان یافتن تحریم تسلیحاتی ایران سبب تشدید خشونت های منطقه ای خواهد شد و بحران در سوریه و یمن هم تشدید خواهد گشت. در حالی که شمار فوت شدگان بر اثر ابتلا به
کوید 19 در شبانه روز گذشته بار دیگر از روند افزایشی و بار رفتن مرگ و میر در ایران حکایت می کند، وزارت بهداشت حکومت ایران مخالفت سریع خود را با برگزاری مراسم پرجمعیت محرم اعلام کرد و در این باره هشدار داد. حسن روحانی روز 3 مرداد ماه خواستار برگزاری مراسم با شکوه عزاداری محرم چه در شهر و چه در روستا و چه در جایی که قرمز است یا سفید شد. این سخنان وی با انتقادهای بسیاری روبرو شد. معاون وزارت بهداشت مخالفت خود را با برگزاری مراسم محرم اعلام کرد و گفت در ادامه گسترش و بررسی بیماری کرونا اعلام شد که امام جمعه یزد جواد آیت اللهی که به دلیل ابتلا به ویروس کرونا در بیمارستان بستری شده بود روز سه‌شنبه دیروز فوت کرده است. تا کنون شماری از مقامات حکومت ایران از جمله چند نماینده مجلس نیز بر اثر ابتلا به ویروس کرونا درگذشتند. در نیمه تیر ماه نیز عیسی جعفری نماینده بهار و کبودراهنگ بر اثر ابتلا به کرونا فوت کرد. قبل از آغاز مجلس کنونی فاطمه رهبر و محمد علی رمضانی نمایندگان تهران و آستانه اشرفیه به همین علت درگذشتند. در همین حال دکتر علی فتاحی معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی گفته است بیش از 6000 تن از کادر درمانی سراسر کشور تا کنون به ویروس کرونا مبتلا شدند و 140 تن از آنها جان خود را از دست دادند. از سوی دیگر باقر پیشنمازی رئیس استاد نماز جمعه تهران گفت به دلیل شیوع کرونا نماز عید قربان در جمعه 10 مرداد ماه برگزار نخواهد شد. در همین حال آخوند مکارم شیرازی که خود را مرجع تقلید شیعیان در قم می‌داند گفت نمی‌توان جلوی برگزاری مراسم عاشورا را گرفت. این هفته گزارش‌های در خصوص آماده باش و رفتن به پناهگاه نیروهای آمریکایی در قطر و امارات در جریان رزمایش سپاه در خلیج فارس منتشر شده است. خبرنگار فاکس نیوز گفته است که در جریان مانور نظامی ایران و به دنبال فرود آمدن 3 موشک در آب‌های نزدیک به پایگاه‌های میزبان نیروهای آمریکایی در قطر و امارات، نیروهای آمریکایی در این پایگاه‌ها به حالت آماده باش در آمدند. یک مقام نیز به این خبرنگار فاکس نیوز گفته است محل فرود آمدن این موشک‌ها به اندازه کافی نزدیک پایگاه هوایی العدید در قطر و پایگاه هوایی الزفره در امارات متحده عربی بودند تا باعث نگرانی شوند. باربارا استار خبرنگار دفاعی CNN نیز میگوید پس از آن که اطلاعات نشان میداد موشک‌های ایران احتمالاً به سمت پایگاه‌های آمریکایی العدید در قطر و الزفره در امارات در حرکتند، در این پایگاه‌ها آماده باش اعلام شد و پرسنل برای چند دقیقه به پناهگاه رفتند. این خبرنگار به نقل از مقام‌های آمریکایی اضافه کرده است که این تدابیر جنبه احتیاطی داشت. به گزارش رسانه‌های ایران، مرحله نهایی رزمایش پیامبر اعظم 14 سپاه پاسداران در منطقه عمومی خلیج فارس و تنگه هرمز در حال برگزاری است. این رزمایش با همکاری مشترک نیروی دریایی و هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برگزار می شود. در همین زمینه سخنگوی ناوگان 5 نیروی دریایی آمریکا رزمایش دریایی سپاه پاسداران در خلیج فارس را اقدامی غیر مسئولانه و بدون ملاحظه خواند. حسن روحانی در مشخصیت دولت که همواره بی‌تدبیری و سوء مدیریت‌ها در اداره کشور را به گردن دشمن یا دشمنان می‌اندازد، ضمن اشاره به آنچه او توطئه‌های دشمنان خواند گفت آنها به فکر این بودند که ما تورم‌های 3 رقمی داشته باشیم.
رشد اقتصادی منفی دو رقم داشته باشیم و فکر می‌کردند ظرف چند ماه اوضاع اقتصادی کشور را برهم می‌ریزند. به گفت البته این چند ماه روزهای سختی را گذراندیم و برای مردم هم روزهای سختی بود. حسن روحانی در این سخنرانی افزود اطلاعات دولت باید در اختیار مردم قرار بگیرد. دسترسی مردم به اطلاعات راه بسیاری از تخلفات را بسته است. وی در ادامه سخنرانی خود ادعا کرد چارچوب اقتصاد کشور به خوبی اداره شده است. حسن روحانی ضمن تأکید بر لزوم برگزاری مراسم مذهبی با وجود شیوع گسترده ویروس کرونا گفت عزاداری محرم تعطیل نمی شود. وی افزود از عید قربان تا عرفه و محرم الحرام همه جا دین و مراسم هست، البته مقید به رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی. وی در این حال برنامه وزیر بهداشت در مورد برگزاری مراسم عید قربان توسط ایرانیان اهل تسنن اشاره کرد و گفت صبح امروز وزیر بهداشت در نامه‌ای درخواست کرده که در روز عید قربان همه پروتکل‌های بهداشتی را مراعات کنند، وگرنه بار دیگر ما در مسیر شیوع این بیماری قرار می‌گیریم و هم مشکلات برای مردم و کادر درمان دوچندان می‌شود. یک خبری منتشر شد از وزیر بهداشت که گفته 1,300,000,000 ارز تجهیزات پزشکی معلوم نیست کجا رفته. فکرشو بکنید، 1,300,000,000 ارز تجهیزات پزشکی معلوم نیست کجا رفته. وزیر بهداشت گفته که بعد از اینکه من این خبر رو اعلام کردم خانواده من رو به مرگ تهدید کردند. فساد سازمان یافته در دارو و تجهیزات پزشکی بسیار جای تأسف داره شنیدن چون این خبر، این خبر به قدر کافی دربارش حرف زده نشد. شنیده بشه وزیر بهداشت اعلام کرده که اون شبکه‌ای که اومده و ایشون داره ازشون افشاگری میکنه رفتن یه شبکه تو فضای مجازی ایجاد کردن، بابت هر توییتی که میزنن پول میگیرن علیه ایشون و علیه حرفی که زده. از همینجا از وزیر محترم بهداشت دعوت میکنیم بیان پایش توضیح بدن با ریز ماجرا و افشا کنن که چه اتفاقی افتاده و جدی امیدواریم که قوه قضاییه اصلا از کنار این حرف به راحتی نگذره. از قرار موثق شبکه راند و فساد اقتصادی بین برخی افراد و شبکه های مجازی هزینه های میلیاردی میکنن که منو تخریب کنن، یعنی بابت حرفی که زده تخریبش کنن. آقای وزیر، این پول ها از کجا آمده؟ از جیب اون مادری که گوشواره دختر بچه سرطانیشو تو خواب در آورد و فروخت تا فلان داروی قاچاق یا تقلبی اینها رو تهیه بکنه. آدم هایی که شارلاتان هن و کلاهبردار هن انسان های بسیار پستی هن. این خیلی روشنه. اما کسی که از داروی مردم و از غذای مردم و از فضای پزشکی که بی پناه ترین آدم ها بهش پناه آوردند سوء استفاده میکنه، من نمیدونم باید اسمشونو چی گذاشت. علی‌رغم ادعاهای حسن روحانی مبنی بر این که همه چیز رو به راه است و وضعیت به حال عادی در آمده است، معاون اقتصادی و محاسبات مرکز آمار ایران از افزایش قیمت 475 قلم کالا با نرخ تورمی که با سرعت متوسط 26% بالا می رود خبر داد. به گفته او سرعت رشد تورم ایران را در لیست 4 کشور پرتورم جهان قرار می دهد. ایوب فرامرزی معاون اقتصادی و محاسبات مرکز آمار ایران در برنامه زیر عنوان تیتر امشب شبکه خبر
ضمن اشاره به افزایش نرخ تورم 26% در ایران و نحوه محاسبه آن گفت برای به دست آوردن این عدد به 231 شهر کشور مراجعه می‌کنیم. یا جمع‌آوری برخی اطلاعات از خانوار در خصوص قیمت‌ها و هزینه‌ها، میزان مصرف برخی کالاها با مراجعه به 231 شهر و 626 آبادی در تمامی نقاط کشور از قیمت حدود 475 قلم کالا مطلع می شویم. بر اساس این نحوه محاسبه در حال حاضر قیمت 475 قلم کالا با توجه به نرخ تورم با سرعت متوسط 26% در حال افزایش و صعود است و ایران در لیست 4 کشور پر تورم جهان قرار بگیرد. نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا سه‌شنبه این هفته دیروز رزمایش دریایی سپاه پاسداران در خلیج فارس را گفتیم اقدامی غیر مسئولانه و بدون ملاحظه خواند و ربکا ریباریچ یک سخنگوی ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا به خبرگزاری فرانسه گفت ما می‌دانیم که رزمایش ایران شامل حمله به یک ماکت ناو هواپیمابر غیر متحرک است. وی افزود هرچند ما همیشه این نوع رفتارهای غیر مسئولانه و بدون ملاحظه ایران در مجاورت آبراهای شلوغ بین المللی را زیر نظر داریم، این رزمایش باعث اختلال در عملیات ائتلاف در منطقه نشده و هیچ تأثیری بر جریان آزاد تجارت در سنگه هرمز و آبهای مجاور آن ندارد. به گزارش رسانه‌های ایران مرحله نهایی رزمایش پیامبر اعظم 14 سپاه پاسداران در منطقه عمومی خلیج فارس و تنگه هرمز در حال برگزاری است. این رزمایش با همکاری مشترک نیروی دریایی و نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برگزار می شود. روزنامه نومان چاپ پاریس در شماره اصل دیروز خود گزارش پیرامون وضعیت بحرانی بیمارستان‌های ایران در رویارویی با گسترش بی‌وقفه ویروس کرونا در این کشور منتشر کرده است. گزارشگر لومان در تهران آمار رسمی جانباختگان کرونا در کشور را آماری غیر واقعی دانسته نوشته است که تعداد آنها طی هفته اخیر به بالاترین حد خود از آغاز شیوع بیماری در ایران رسیده است. لومان در ادامه این گزارش می نویسد قربانیان اصلی کرونا در ایران پزشکان و پرستاران جوان هستند. این روزنامه سپس به نقل از یکی از همین پزشکان جوان نوشته است از مجموع 16 پزشک محل کار او تا کنون 13 تن به کرونا مبتلا شدند و می گوید بسیاری از پزشکان گاه بدون انقطاع 36 ساعت کار می کنند و از شدت خستگی کارشان به جنون می کشد. روزنامه لوموند اظهارات پزشک جوان را ادامه داده می نویسد وضعیت بیماران در نبود امکانات به سرعت رو به وخامت می گذارد، به طوری که گاه حتی فرصت برای بستری کردن آنان نیست. افزون بر این شمار پزشکان و پرستارانی که در اثر کرونا جان خود را از دست می دهند رو به فزونی است. در حالی که هنوز هیچ بیان ملی در مورد تعداد کشته شدگان کادر درمانی کشور وجود ندارد و آخرین آمار در این زمینه مربوط به فروردین ماه است که تعداد پزشکان کشته شده را 100 تن اعلام کرده بود، گزارشگر لوموند می نویسد بحران کرونا در ایران به جایی رسیده است که گاه کلیه طبقات بیمارستان ها مملو از مبتلایان به بیماران کرونا می شود. در این وضعیت به نوشته لوموند تنها اقدامی که از دست مقامات حکومت برمی آید فقط شمردن کشته شدگان و اعلام آمار غیر واقعی آنهاست. مراسم سالانه زیارت حج در عربستان با مقررات بهداشتی سختگیرانه و کاهش چشمگیر میزان زائران آغاز شده است. عربستان به طور میانگین سالانه میزبان حدود 2 میلیون زائر حج است،
اما امسال انتظار می رود به دلیل شیوع ویروس کرونا تعداد زائران کمتر از 10,000 نفر باشد. فقط شهروندان کشورهایی که در حال حاضر مقیم عربستان سعودی هستند امسال اجازه شرکت در مراسم حج را خواهند داشت. عربستان سعودی پیشتر هم اعلام کرده بود که فقط زائران داخلی می توانند در حج امسال شرکت کنند. افرادی که اجازه شرکت در حج امسال را دارند دمای بدنشان هنگام ورود اندازه‌گیری می شود و باید تست ویروس کرونا بدهند. زائران همچنین باید قبل و بعد از زیارت در قرنطینه بمانند. گفته می شود از بین شرکت کنندگان 30% شهروندان سعودی هستند و بقیه شهروندان خارجی ساکن عربستان. مرکز پیشگیری و مبارزه با بیماری های عربستان سعودی مجموع دستورالعمل های بهداشتی کرونا را برای مراسم حج امسال منتشر کرده است. این مقررات جدید اقامتگاه ها، مکان های عمومی، زیارتگاه ها، رفت آمد و همچنین آرایشگاه می شود. در عربستان سعودی بیش از 270,000 نفر به بیماری کووید 19 مبتلا هستند و نزدیک به 3,000 نفر بر اثر این بیماری جان باختند. عربستان در خاورمیانه از جمله کشورهایی است که از نظر شیوع کرونا با وضعیتی بحرانی مواجه است. و به عنوان آخرین مطلب بخش دوم این مجموعه خبری، ظاهراً انتظار داشتید که وزیر بهداشت به امور بهداشتی بپردازد و سرش بسیار شلوغ باشد، زیرا این کرونا خیلی سرکشی می کند. ولی وزیر محترم بهداشت وقت داشتند که در همایش روحانیون حضور یابند و بفرمایند ما می خواهیم الگوی جهانی برای زنده نگاه داشتن یاد امام حسین ارائه دهیم. به مقام والای حضرت امام حسین احترام بسیار می گذاریم، همان گونه که باورهای دینی همه مذاهب را محترم می شماریم. ولی بهتر است مقام محترم وزیر بهداشت بروند و برای مبارزه با ویروس کرونا الگو درست کنند و ساخت الگوهای دیگر را به دست روحانیون بسپارند. متن کامل و مشروع این گزارش‌ها و خبرهای دیگری را درباره ایران، اسرائیل و اموری که به هر دو کشور مربوط می‌شود، می‌توانید در وبسایت رادیو پیام اسرائیل به نشانی radis.org مطالعه کنید. دریغ‌نامه واگذاری ایران به چین. ای دریغ از سرای من ایران، خجل و خسته گشته و ویران. آنچه کوبیش گاه شیران بود، زادگاه ابردل ایران بود. رستمش بود و رخش و گرز گران، آرشش بود و رعد تیر و کمان. سروری بودش او به غرب و به شرق، مردمش در غرور و نعمت غرق. داشت از پهلوی دو شاه بزرگ، ملک و ملت از آن دو شاد و ستوگ. آنچه کوخ آور میانه از آن، جایگاه ثبات و امن و امان. اینکان سرزمین بالنده، هر زمان نکبتش فزاینده. شیخ و ملا به زیر چنگ آورد، همه فرهنگ و فر و دست آورد. گشته هستی ملتی تاراج، همه بیگانگان ستانده خراج. از سوی گوهر شمالش رفت، آبی ژرف دیر سالش رفت. اینک ادبار سرزمین بگرفت، ملک ما را سپاه چین بگرفت. کینه ارتجاع سرخ و سیاه، بسته بر اعتلای ملت راه. هر که او گرد و پاک باز آید، مام میهن به دو فراز آید. همتی تا که باز گردد خاک، نام ایران به شاه پاید پاک.
پیش از خداحافظی با شما یادآوری می‌کنیم که تلویزیون ایران آریایی که بازتاب دهنده آرمان‌های ملی ایرانیان است و در راه آزادی این سرزمین پیکار می‌کند، هر روز برنامه خبری ما را 3 بار در ساعات مختلف پخش می‌کند که نخستین آن ساعت 8 بامداد به وقت کالیفرنیا می‌باشد. برنامه خبری ما را در هر لحظه از شبانه روز که مایل باشید می توانید از طریق تلفن همراه خود و یا اینترنت بشنوید. توصیه می کنیم اپلیکیشن ما را در تلفن دستی خود نصب کنید تا هر روز با فشار 1 دکمه بتوانید برنامه ما را گوش کنید. برای نصب اپلیکیشن ما وارد اپستور تلفن دستی خود شوید و به فارسی یا به خط انگلیسی بنویسید رادیو پیام اسرائیل. همچنین صدای ما را در همه شبکه‌های اجتماعی از فیسبوک تا توییتر و از تلگرام تا اینستاگرام می توانید بشنوید. نشانی وبسایت ما از این قرار است: radis.org. نشانی ما به خط لاتین این گونه نوشته می شود: RADIS. تکرار می کنم: RADIS. پاینده ایران، جاوید اسرائیل.